اولین سوال ما این بود که مجموع خرج بهداشت و درمان در هر کشور چقدره؟ برای محاسبه این مقدار اجازه بدید که شما رو با فرمول های جدول داده آشنا کنیم. فرمول ها همون چیزی هستن که کمک کردن جدول های داده یک چنین ابزار مهم می باشن. اما چطوری کار می کنن؟ بیاید با اونها بازی کنیم تا این رو بفهمیم. آیا مجموعه داده نمونه رو دانلود کردید؟ اگه این کار رو نکردید لینک زیر رو دنبال کنید و داده ها رو, روی گوگل شیتس باز کنید. از روی داده ها یک نسخه کپی برای کار بسازید. توجه کنید که ما داده های هزینه بهداشت خصوصی و عمومی رو داریم. فرض کنید که میخوایم کل هزینه رو با جمع کردن هزینه خصوصی و عمومی محاسبه کنیم. برای این کار یک ستون جدید میسازیم. با کلیک روی مثلث کوچیکی که در کنار برچسب ستون قرار داره. و اون وقت گزینه Insert One Right رو انتخاب میکنیم. بیاید اسم این ستون جدید رو هزینه کل بهداشت و درمان بذاریم. هر فرمول توی جدول داده با علامت مساوی شروع میشه. پس روی اولین خونه کلیک و علامت مساوی رو تایپ میکنیم. حالا اولین خونه ای رو که میخوایم جمع بزنیم انتخاب میکنیم. میبینید که وقتی روی خونه کلیک میکنیم آدرس خونه ها ظاهر میشن. حالا علامت به اضافه رو تایپ بکنید و دومین خونه ای رو که میخواید جمع بزنید انتخاب کنید. دکمه اینتر یا تب رو فشار بدید تا نوشتن فرمول تموم بشه. حالا میبینید که چطور مقدارهای این دو خونه رو با هم جمع کرده. با اینکه میتونید هر فرمول رو جداگونه تایپ کنید اما این کار فوق العاده زمان بریه. پس همیشه راحت تره که این کار رو با روش های دیگه انجام بدیم. اول از همه میتونید فرمول ها رو در طول مجموعه ای از خونه ها کپی و جایگذاری کنید. فرمول هایی رو که میخواید کپی کنید انتخاب کنید و دکمه های کنترل و سی رو فشار بدید. و بعد روی خونه ای که میخواید فرمول رو اونجا بگذارید کنترل و وی رو کلیک کنید. حالا میبینید که این کار دو خونه پایینی رو با هم جمع زده. یعنی فرمول رو به اون ردیف منتقل کرده. یک روش آسونتر برای انتقال فرمول ها اینه که خیلی ساده روی مربع های آبی کوچیک پایین خونه کلیک کنید و اون رو بکشید. این کار فرمول رو در همه خونه ها تا پایین کپی میکنه. این کار درست مثل جادو میمونه. خب در مورد منها یا تفریق مقادیر چی کار کنیم؟ میتونیم خونه ها را با انجام کار مشابه و جایگزین کردن علامت به علاوه با منها از هم تفریق کنیم. حالا میتونید ببینید که این عمل مقادیر رو از هم کم میکنه و تفاوت بین هزینه بهداشت و درمان عمومی و خصوصی رو به ما میگه. بنابراین تونستیم به آسونی چیزها رو با هم جمع بزنیم. حالا بیایید به تقسیم نگاه کنیم. میتونیم برای مثال تولید ناخالص داخلی رو به طور سرانه یا بر هر نفر حساب کنیم. برای انجام این کار به سادگی باید مقدار تولید ناخالص داخلی رو بر تعداد مردم تقسیم کنیم. تو جدول داده ها برای انجام عمل تقسیم از علامت اسلش استفاده میکنیم. به محض اینکه ستون جدید رو درست کردیم بار دیگه جادوگری رو شروع میکنیم دوباره فرمول رو با یک علامت مساوی شروع میکنیم روی تولید ناخالص کلیک میکنیم و بعد علامت تقسیم رو تایپ میکنیم بعد روی جمعیت کلیک میکنیم دوباره روی اینتر یا تب برای تموم شدن فرمول کلیک میکنیم برای کپی کردن این فرمول میتونیم به سادگی اون را تا پایین ستون بکشیم. خواهید دید که چطور تولید سرانه داخلی رو بر هر نفر محاسبه میکنه. چیزی که باید بهش توجه کنید اینه که اگه برای جمعیت مقداری نداشته باشید که فرض میکنیم صفر بوده پیغام خطا خواهید گرفت. معناش اینه که شما مقداری رو بر صفر تقسیم کردید که از نظر ریاضی غیر ممکنه. عمل ضرب هم درست به همین ترتیب انجام میشه جز اینکه از علامت ستاره به جای تقسیم استفاده میکنیم پس اگه میخواستیم این مقدارها رو در هم ضرب کنیم علامت ستاره رو تایپ میکردیم و بعد روی اینتر یا تب کلیک میکردیم